از فتح روحانی بعضی از ممالک من داشتم براتون تعریف میکردم. داستان فتح روحانی کره رو با هم صحبت کردیم. یکی دیگه از موارد بسیار جالب فتح روحانی مغولستان هست. مغولستان یک کشوری است که به دو قسمت شده، یک قسمتش در داخل چین هست، یکی از ایالات چینه، مغولستان داخلی بهش میگن که اون مثل بقیه چین در دسترس هست، اما مغولستان خارجی که بیرون مرز چین هست یک کشور مستقلی است که در سالهای اخیر بعد از جنگ بین‌الملل اول افتاد به دست روسیه شوروی، دولت کمونیستی، و اینها مجبور شدن اون چرا که دولت روسیه ازشون میخواد به اون ترتیب رفتار کنن. یکی از مشخصات اون دوره این بود که این مملکت به روی همه بسته بود، غیر از افرادی که از روسیه حالا یا نظامی یا سیاسی یا به هر منظوری میمدن، بقیه کسی براش امکان نداشت بره اونجا. حالا رفتن توش انقدر اشکال نداشت که اجازه اقامت و فعالیت نمیدادن، به شدتی که مثلا این United Development Administration UNDP که اون بازوی اقدامات عمرانی سازمان ملل هست، اجازه گرفته بود که در مغولستان هم خدمات خودش رو انجام بده. هیئتی رو که United Nations سازمان ملل فرستاد به مغولستان برای اینکه به مغولستان کمک بکنن، اینا مدت یک سال یا در حال کمتر از دو سال در مغولستان هر چی سعی کردن که یه محلی رو اجاره بکنن برای دفترشون و یه محلایی رو برای زندگیشون، موفق نشدن. بالاخره اسبابشون رو جمع کردن و از مغولستان رفتن. یعنی اینجور مغولستان بسته بود. در اواخر نقشه 9 ساله برای من یه فرصتی پیدا شد که برم به مغولستان. چه سالی؟ در حدود سال 1985 اون موقع ها، 84-85. و علتش این بود که دولت مغولستان میخواست که از سازمان یونسکو کمک بگیره برای بهتر کردن وضع تعلیم و تربیت در مغولستان. برای این کار بنا بود که اینا یک شرحی رو راجع به این که اصلا چی دارن و چی میخوان، احتیاجاتشون چی هست، تهیه کنن. از یونسکو تقاضا کردن که یه نفر بیاد و برای ما این مطالعه رو بکنه و قرعه فال به نام من افتاد، چون موقع من مشاور یونسکو در منطقه آسیا و اقیانوسیه بودم، در بانکوک، مرکز مدر بانکوک بود. از مغولستان دعوت کردن که من برم به مغولستان و این کتاب و گزارش و پیشنهاد رو تهیه کنم، و خودشون گفتن که بهترین موقع سال اوائل تابستان هست که دیگه سرما از بین رفته و موقع مناسبی است. خلاصه این سبب شد که من یه 2 ماهی در مغولستان مشغول اون مطالعه بودم که این کتاب راجع به تعلیم و تربیت در مغولستان و احتیاجاتش و طرز برطرف کردنش. وقتی من رفتم به مغولستان دیدم که این اولین باری است که اجازه دادن یه نفر باهایی وارد مملکت بشه، اونم به طور خیلی رسمی. دولت مغولستان استاد زبان انگلیسی رو در دانشگاه مغولستان معلوم کرده بود که مترجم من باشه، و مدیر کل وزارت امور خارجه هم که یه خانمی بود، مأمور بود که هرچی من لازم دارم در اختیار من بذاره. در اون موقع در پایتخت مغولستان اولانباتور فقط یک هتل بود که خارجی ها میتونستن توش بمونن، هتل های دیگه همه در اختیار روسا بود، فقط یک هتل بود. و در اون هتل هم هر روز و
برای نهار یا شام یک غذا درست میکردن. بنابراین دیگه لازم نبود که کسی صورت غذا رو بگیره بگه من اینو میخوام اونو میخوام، اینا نبود و جای اشخاص هم معلوم بود. من بنا بود برم کجا بشینم و اون غذای اون روز یا ظهر یا شب، اینجوری بود. خیلی حالت محدود خاصی داشت. من دیدم یه موقعیتی پیش اومده که ممکنه که راجع به امر بهایی با صحبت بکنیم ببینیم چیکار میشه، چون اصل قضیه این بود که بالاخره یه بهایی باید بره در این مملکت ساکن بشه بتونه امر رو معرفی بکنه. دیدم که اگر کسی بخواد اگه اجازه بدن بره به این مملکت بر فرض، این اگه بخواد با مترجم این کار رو بکنه، تبلیغ کردن با مترجم خیلی مشکل خواهد بود، برای اینکه اون مترجم حتما باید راپورت بده و بعد ممکنه بگن تو چیکار داری میکنی از این حرفا. بنابراین من در ملاقاتایی که با رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات اونجا میکردم پرسیدم که آیا هیچ راهی در مملکت شما وجود داره که یه نفر بیاد اینجا و منظورش مطالعه در فرهنگ و زبان مغولستان باشه؟ چون دیدم اگه چیز دیگه بگم اشکال پیدا میکنه. به من گفتن این اشخاصی که در رأس امور بودن خودشون گفتن که فقط یه راه وجود داره، برای اینکه ما هر سال یا نمیدونم هر دو سال یه دفعه 3 بورس تحصیلی اسکالرشیپ میدیم به کسانی که برای این منظور بخوان بیان به مغولستان. یکیشو میدیم به انگلستان، یکیشو میدیم به استرالیا، سومی شدم رفته که فرانسه بود، آلمان بود، کجا بود. گفتن که اگر از این ممالک کسانی داوطلب بشه که برای فرا گرفتن زبان مغولی و آشنا شدن با فرهنگ و تمدن مغولستان بیاد اینجا و برنده بشه هزینه تحصیلی تونه بیاد. بعد هم چون دیگه با این اشخاص خیلی آشنا شده بودیم و ترسی نداشتن از من و اینا، من راجع به دیانت بهایی شروع کردم با اینو صحبت کردم. خیلی جالب بود. به من گفتن که خیلی مشکله این مطلب هایی که تو میگی، ما در اینجا اونجور که تو میخوای مردم درک بکنن. گفتم چرا؟ گفتن برای اینکه در اینجا ما چون تعلیمات کمونیستی میگیریم و میدیم، برای ما کلمه صلح به کار میبریم، ما راجع به صلح خیلی حرف میزنیم، اما این یک مفهوم کاملا سیاسی حزبی داره و اگر شما بگین که دیانت بهایی برای صلح میده اصلا جور دیگه میفهمن. بنابراین این به این آسونی نیست که شما بیان حرف بزنید ترجمه بکنید. بنده هر روز وقتی که کارم تموم میشد میرفتم وسط شهر، یک مثل پارک مانندی بود که دور تا دورش ساختمانهای مهم از جمله هتل و وزارت خارجه و موزه و اینا دور این بود. مردم میمدن عصرا اونجا برای قدم زدن و اینا، من میرفتم اونجا میشستم و شروع میکردم مناجات خوندن برای اینکه خدا یه راهی رو باز بکنه. بعد که اینا به من اینو گفتن، من اومدم از مغولستان به یک راپورتی نوشتم، یه گزارشی به معهد اعلی عرض کردم که اگر یه کسی از این 3 مملکت برنده این جایزه بشه، این هزینه تحصیلی بشه و واقعا هم قصدش این باشه که بیاد زبان مغولی رو یاد بگیره و سوابق فرهنگی مغولستان رو مطالعه کنه، این یه همچی امکانی وجود داره. به طور عدعظم هم به این 3 مملکت اطلاع دادن. از انگلستان خوشبختانه یه جوانی جناب هینتون داوطلب شد و تقاضا داد و من شرایطشو گفته بودم که چه جور باید تقاضا رو بده و اینا، تقاضا داد و پذیرفته شد. بنابراین اون شومد به مغولستان و زبان مغولی رو یاد گرفت، سوابق فرهنگی رو یاد گرفت و با خیلی راحت شروع کرد تبلیغ کردن. این بود که مغولستان فتح شد از لحاظ روحانی. این داستان نفوذ امر حالا در مغولستان یکی از بهترین جوامع بهایی دنیا در مغولستان، هم از نظر
تعداد و تشکیلات، هم از نظر فعالیت‌هاشون. هر وقت من راپورت مغولستان رو میبینم تعجب میکنم که در این مملکت چه احبای علاقمند باسواد مطلعی هستن و چه جور صمیمانه دارن نقشه ها رو اجرا میکنن. یعنی واقعا 100% این مملکت فتح روحانی شد. اینم مال یه مملکت دیگه. مرحبا مرحبا.